آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و همیشه همراه من. امیدوارم هر کجا هستید در پناه حضرت حق باشید. روز دوشنبه تعلق دارد به آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. در این روز خوب خداوند بهترین ها رو برای شما تمنا میکنم و امیدوارم که پای مکتب امام صادق و پای درس اهل بیت کمال استفاده رو ببرید، اون هم با بیان شیوای کارشناس عزیز و دوست داشتنمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجاج رفعتی که بهترین سلام ها رو به منظرشون ارائه میکنه. خیلی خوش آمد. علیکم السلام، زنده باشید. ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. اعمالتون قبول. مثل هر روز این دعا رو زمزمه کنیم، امیدواریم خدا به همه ما نظر عنایت کنه و به دلهای پاک شما این دعا مستجاب بشه. اللهم عجل لولیك الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. بینندگانی که همراه با ما بودن و برنامه رو پی گرفتن دونن که دیروز و پریروز در رابطه با حج صحبت کردیم و من باحثی رو بیان داشتیم. امروز فکر میکنم باحثی برنامه آخر پیران باشه. البته خیلی تعجیلی بر پایان و تمام کردن کتب فقهی نداریم، بیشتر تحقق و آموزش و یادگیری مطالب برای ما مهمه، ولی همیشه باید با کلمه انشاءالله امید به خداوند داشته باشیم. همه دوستان آمادند من جمله خداوند. خواهش میکنم، لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد 7 گروه هستند که اینها ممنوع از تصرفن، به اصطلاح محجورن. مقدار صبیر رو شرح دادیم، بیشتر صفیح، مفلس، کسی که برده است، عبد که زمان گذشته بود الان نیست. تقریبا مشخص شد مفلس، سفیه، صبی بیشتر از بقیه مبتلا به، از همشون بیشتر صبی. بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، دختر کوچکتر زودتر به بلوغ میرسه، پسر دیرتر، این مجموعه معامله باشون اشکال داره. اینها چیزی که در اختیارشون هست، مالی که در اختیارشون هست ولو مال خودشون باشه، نمیشه باشون معامله ای رو انجام داد، نمیشه خرید و فروش انجام داد و این مسئله تقریبا مبتلا به. خیلی از مردم بچه‌ای رو میذارن تو مغازه‌شون، یه جنسی رو تابستون وقتی مدارس تعطیله به بچه میدن بفروشه. مسئله اختلافیه. بعضی‌ها گفتن اگه چیز کم ارزشی هست اشکالی نداره، اگه جنس پر ارزشی هست اشکال داره، بچه نمیتونه بفروشه. و ظاهرا نظر از آقا این هست که فرقی نمیکنه. البته فرقی که گذاشته شده بین خرید و فروش و بین بعضی از اقسام معاملات که در زمان ما زیاده، که به اصطلاح بهش میگیم معاطات، به وقت خود شرح میدیم که خرید و فروش نیست. حتی اگه کسی هم نباشه پول رو میگذارید، جنس رو بر میدارید. حالا اگه به جای این کار یه بچه ای هست این کار رو انجام میده، اگر به این صورت معامله صورت گرفته باشه که فقط بچه
مثل مراقبه بر اجناس خرید و فروش انجام نمیده، بود و نبودش خیلی فرقی نمیکنه، اشکالی نداره. اما اگر خرید و فروشه خصوصا چیزهای با ارزش، کلا احتیاط بشه تو این مسئله. نظر از آقا کلی میفرمان معامله با سبی صورت نگیره. و همچنین صفی به کسی میگن که از نظر عقلی عاقله اما رشید نیست. مقابل سفیه میگن رشید، یعنی به حد رشد نرسیده. مقابل سبی میشه بالغ. مقابل مجنون دیوانه. میشه عاقل. مقابل سفیه میشه رشید، کسی که به رشد نرسیده. سن رشد معمولا تو ازدواج دیدید میفرمان دختر رشیده، دختر رشیده میگن سنش چقدر؟ میگه معمولا دختر 18 سال 20 سال رشیده میشه، 24 سال رشیده است. سن خاصی نداره، در تعامل با اون انسان متوجه میشه به سن رشد رسیده یا نرسیده. فهمی که باش معیار دستشه، میفهمه چجور باید. دیروز مقدار بیشتر شرح دادیم، الان میخوام یکی دیگه رو اضافه بکنم. مفلس رو هم برای عزیزان تقریبا گفتیم، کسی که ورشکست شده با چه شرایطی ممنوع از تصرفه، نمیتونه خرید و فروش کنه. کسی خرید و فروش کرد فهمید این شخص مفلسه، معاملش باطله، جنس رو میره پس میگیره. و بقیه جریان، اگه به کسی هدیه داد هدیهش قبول نیست، باید برگردونه بهش. و بقیه از انواع تصرف. اما نسبت به مریض، کسی که در مرض موته، اینه مقدار عرض کردیم بیشتر باید بازش بکنیم امروز. مرض موت یعنی مریضی که با او از دنیا میره. مگه آدم علم غیب داره؟ عرض میکنیم علم غیب نمیخواد. شواهد به هر حال بله، عرفاً میگن این شخص دیگه توانایی نداره، این حالا عمر دست خداست. اما این بیماری معمولا انسان ازش سالم بلند نمیشه. فرض بکنید کسی که 5 ماه 6 ماه تو بستر افتاده، سنش هم بالاست، این خیلی کم میشه که سر حال بشه، بلند شه بیاد بره در مغازه‌شو مثل جوونیاش کار بکنه. اتفاقش خیلی کم میفته. اینو میگن مرض موت. حالا چقدر طول بکشه مهم نیست. تو این مدت زمان بین علما اختلافه که اگر تصرفی انجام بده، تصرفش نافذ هست یا نافذ نیست، قبول یا قبول نیست. به چه معنا؟ به این معنا که اگر خواست یه چیز رو به کسی هدیه بده، یه چیزی رو خواست وقف بکنه، نافذه یا نافذ نیست؟ آیا به اندازه ثلث قبوله؟ یا حتی اگه بیشتر ثلث هم بود قبول، اجازه از ورثه نمیخواد. کسی که چند روز دیگه ممکنه بمیره. خب دو تا بحث اینجا داریم. یه بحث راجع به خود این شخص مریضه، اگه خوب شد تمام تصرفاتش نافذه، تمام میشه، همش قبوله. اما اگه با اون مرض از دنیا رفت، حالا محل بحثه، اونایی که هدیه داده، اونایی که وقف کرده حکمش چیه؟ نظر حضرت آیت الله عظمی شیرازی تو این مسئله این هست که منجزات مریض نافذه. این تعبیر فقهیشه، منجزات مریض یعنی تصرفات این چنینی، نه تصرفی مثل وصیت که بعد از مرگ و در ثلث، اون در هر صورت نافذه. اما تصرفاتی که هدیه میکنه، وقف میکنه، الان هدیه میده اموالی رو به کسی، همه اموالش رو به یک نفر میبخشه، میخواد کنه ورثه رو محروم بکنه از اموال، میگه حالا که دارم میمیرم دیگه اینا به درد من که نمیخوره، بچه‌هام که باب دلم نبودن، بذار حداقل دیگران که به من خدمتی داشتن یا اصلا بذار وقف کنم برای خودم. تا انسان در بستر نیفتاده میتونه این کارا رو انجام بده. البته نظر حضرت آقا عرض کردیم اشکالی نداره. حتی در مرض موت هم میتونه این تصرفات رو انجام بده. خواستم اشاره کنید ولی دیگران اختلافی، مسئله اختلافیه. پس به نظر حضرت آقا اشکالی نداره انسان حتی تو اون نفس آخرش هم چیز رو وقف کنه، چیز رو هدیه کنه، تصرفی رو انجام بده و چیز از اموال حتی باقی نمونه. لازم نیست در حد ثلث بوده باشه. فقط اسراف ممنوعه. اسراف در هر حال ممنوعه. بگه آقا همه اموالم بردارید بیارید اینجا بریزید رو هم، بعد یه کبریت برداره بندازه رو همه اموالش آتیش بزنه، اینو حق نداره. انسان در حالت عادی هم نمیتونه. این اون مقداری است که نسبت به شخص مریضه. پس دو جهت شد. یک، خود مریض کیه؟ اگه کسی تب کرده، حتی ولو مثلا با اون تب از دنیا رفت، اینو میگیم مرض موت. ممکنه اتفاقی، اما معمولا با یه تب، با یه سرماخوردگی کسی از دنیا نمیره. بله. حالا یه اضافه هم میکنم. کسی تو کشتی در حال غرق شدنه، اینو میگن برای دونستن موضوع، ولی به نظر از داخل که فرقی دیگه نکرد، اون نفس آخر میتونه تصرف کنه. اما مثالایی که میزنن، میگن کسی که سوار کشتی داره غرق میشه، این در معرض، اگه گفت همه اموالم مال فلانی، تلفنو برداشت زنگ زد، یا هواپیما خدای نکرده در حال سقوطه، تلفنو برداشت، اونی که میگه تصرفات مریض، منجزات مریض نافذ نیست، به درد نمیخوره، همه اینا رو شامل میشه. من از حضرت آقا اشکالی نداره، تمام تصرفات نافذه و تا اون نفس آخر هر تصرفی که در مالش داشته باشه.
و همچنین نسبت به برده تصرفاتش باید به اذن مالک باشه، اصلا ملکش مال خودش نیست، مال مالکشه. عبد از آقا بفرمان عبد مالک میشه، اما مثل صبی میمونه، باید تصرفاتش با اجازه ولیش و اربابش بوده باشه. و همچنین کسی که از دنیا رفته، خب اختیار اموالش رو نداره، اما تا ثلث اگه وصیت کرده باشه میتونه تصرف کنه. خدا خیرتون بده، ممنون. این بحث همینجا به پایان میرسه. ان شاء الله اگه خدا توفیق بده از فردا وارد بحث ارث بشیم. البته کلی بحث ارث رو ان شاء الله خدمت عزیزان تقدیم میکنیم، جزئیاتش رو شرح نمیدیم. کیا ارث میبرن، طبقات در چه صورتی چگونه هست، کیا در مرحله اول، دوم، سوم هستن، چه کسانی میتونن دیگران از ارث منع کنن، این کلیات از بحث ارث رو ان شاء الله. بسیار عالی، ممنون، متشکرم. از شما هم تشکر میکنم، تا این لحظه با ما هستید، کماکان با ما همراه باشید، سوالاتتون رو در مرحله دوم بخش دوم برنامه تقدیم میکنم. ممنونم. دوباره میکنم خدمت شما بینندگان و خوشحالیم که کماکان در خدمت شما هستیم، نفس میکشیم و از رحمت الهی بهرمندیم و خدمتگزار شما. و اما سوالات شما بینندگان که برای ما از طریق دو راه ثابت و واتساپی برنامه با شماره 20964 777 771 7293 893. ذهن من رو درگیر این مطلب کرد که روی واتساپ دوستان دارن نظرات و پیشنهادات و تشکراتشون رو میفرستن. خیلی ممنون و متشکریم، واقعا قابل میدونید و تشکر میکنید از برنامه‌ای که قطعا به برکت حضور حضرت عالی رفعتی زیباست و شما هم دارید میبینید و با نظراتتون هدایتش میکنید. ولی کماکان سوالاتتون هم باید به ما برسه تا بتونیم بهتر از پیش در خدمت شما باشیم، چون بیان یک سری مطالب خب کلیاتیه و درسه، ولی ثبات اون مطلب در ذهن و عملی شدن او با بیان این سوالاتی است که هممون، ولو اینکه خیلی ساده است، آقا نماز صبح چند رکعته، مثال دارم عرض میکنم، آقا دو رکعته، شاید جوابش رو همه هم میدونیم، ولی با بیان او نهادینه میشه در ذهن خیلی ها. چرا اینجوری دارم میگم؟ امروز یک سوالی رو داشتم میخوندم که برای طرح در برنامه خیلی سخت بود. کسی یه چیز حدود 30 سال از عمرش بگذره، بعد خانم هم بوده، سن 9 سالگی هم به بلوغ رسیده، ولی به دلایل اینکه نمیدونسته اگر حالت خاصی برای او حائل میشه و بقول معروف به وجود میاد بایستی غسل بکنه و نماز بخونه، و تا الان همینجور زندگیش رو ادامه داده. الان توی زمانه ما کم هست، چون دیگه الحمدلله رسانه ها و اطلاعات و خبرها زیاده، ولی گاهگداری سوال شمایی که حتی نیاز به این مطلب ندارید ولی قوه طرح سوال رو دارید، کمک میکنه دیگری هم بهره ببره و انشالله شما هم در ثوابش سهیم خواهیم بود. آقا درست گفتم؟ بله، آقای موسوی بازار سوال رو گرم میکنن، ولی عرض بکنم به حمدالله اونقدر سوال هست که من یه وقتی این واقعا میمونه، ما شرمنده میشیم. اما با این حال سوال های شما تنوع، خصوصا اگه مربوط به بحث باشه، تنوع بحث رو بهتر میکنه و قطعا بعضی از سوال ها کمک میکنه به طرح برنامه. یعنی ما الان میبینیم بیشتر سوال از عباداته، از مسئله بله. نماز و غسل و وضوعه. خب ما متعمدیم به این که از بحث معاملات طرح میکنیم، یعنی همین بحث حج بود، بحث ازدواج بود، مباحثی که تقدیم شد از وقف و وصیت، چون با این سوالها این قسمت بحث تأمین میشه، ما اون قسمت رو. اما اگر یه مقدار انشاءالله از آن تعمل بفرمان جوانهایی که مخاطب برنامه هستن، سوالهایی که مربوط به محیط کاریشون هست، تحصیلشون، کارشون و اگر تجارتی دارن اونها رو هم طرح بکنن، که ما انشاءالله بازار معاملاتمون هم در سوالا گرم بشه، انشاءالله بیشتر از این خیلی خوب. البته دوستان متوجه هستن ما دلیل اینکه پنجشنبه رو قرار دادیم برای اینکه فقط پاسخگو باشیم به دلیل همینه که کثرت سوالات زیاده، منتها عرض بنده و فرمایش و فرموده حضرت آقای رفعتی بر همینه که تنوع
و در حیطه‌های دیگری که حتی برای ما طرح نشده سوالات بیان بشه. ببینید ما این بحث حج رو که الان مطرح کردیم شاید خیلی ها میدانستن با این لقب و این لغت نمیدانستن، یک دو شاید خیلی ها مطرح اطلاعات نداشتن. این همون مفلس یا همون مفلسی که ما توی جامعه روزانمون داریم میگیم چه شرایطی داره، مثلا سبی چگونه از برده اموات و خیلی مسائل دیگه. اساس این برنامه توضیح المسائل بر این هستش علارغم یک سری اطلاعات معمولی که هممون داریم یک سری چیزهای جدید رو هم انشاءالله به مجموعه اطلاعات ما اضافه بکنه. بر همین منظور از طاهر رفعتی رو در خدمتشون هست. خب اطلاعی کلام نکنم، سوالات مردم از هر چه بگذاریم سخن بینندگان خوشتر است. سوال کردن که اگر مشکلاتی توی زندگی پیش اومد میتونیم از رمال یا دعا و اینها کمک بگیریم؟ خود کمک گرفتن اشکالی نداره. ما اصلش رو خدمتتون عزیزان عرض کردیم. اصل اینجور کارها یک سری کارهایی است که به حرام کشیده میشه. بنابراین اگر طرف این کار یه آدمی نیست که داره سودجویی میکنه، داره عقیده مردم رو خراب میکنه، شما با رفتنتون پیشش عقیده مردم رو متزلزل میکنید. ممکنه یه جوان بگه خب پس این که نماز نمیخونه انقدر داره کار ازش میاد، اینی که حجاب نداره، اینی که دینش فلانه، تأثیری اگر روی عقیده ما و دیگران و اطرافیان ما نداشته باشه، او دنبال تخریب نباشه و بقیه جهات خود رفتن پیش او هیچ اشکالی از این جهت نداره. اما چون این ثابت نیست، این همون سوالی است که دیروز فرمودید سحر و جادو. بله. عرض کردم چون معمولا ماها ایمن نیستیم، اگه کسی فکر میکنه ایمن اشتباه میکنه، لذا اگه شما از آقایون سوال کنید میگن سراغ این راهها نرید، سراغ سحر و جادو و به دست آوردن این قدرت ها نرید. این هم همینطور، چون معمولا دعا نویس و رمال اینا اسمش روشه، دکون باز کرده رو کاسبی میکنه. آیا با کلمات خدا با این ذکرهای به این زیبایی آدم کاسبی میکنه؟ راهش راه درستی نیست. بله گاهن بعضی از این کلمات ممکنه تأثیر داشته باشه. ما سعی بکنیم با ترک اونها سعی کنیم اونها هم دست از کارشون بردارن، یه کار سالمی رو اختیار کنن. ما چیکار کنیم دو مشکلاتمون؟ شما بدترین راه رو انتخاب کردید، رفتن پیش اونها. حالا برفرضم گفتیم اشکال نداره، بدترین راه رو انتخاب کردید، مگه راه دیگه هم داره؟ بله. چه راهی؟ توسل به اهل بیت علیهم السلام، شرکت در مجالس، روزه امام حسین تو خونتون بگیرید، شب بلند شید و رکعت نماز بخونید، از خدا کمک بخواید. عشق در نیمه شب حلال مشکلاته. روزی 100 مرتبه برای هر مشکلی استغفار کنید، از خدا طلب مغفرت کنید. خیلی از بدبختی های ما از گناه های ماست. تربت امام حسین علیه السلام به اون شخصی گرفتاره بدید. این کارها گره‌گشای های بسیار بالاتره. خب ممکنه کسی بگه ما همه این کارها رو کردیم نتیجه نداد، پیش رمال رفتیم نتیجه داد. اما قصه شیخ بهائی میشه، خیال میکنی نتیجه داده. دیدی تو بعضی از این علم ها و فن های دروغین و مجازی میگن چرا ما فکر میکنیم درست داره میگه؟ چون اون چیزی که در فکر ماست داره میگه، چیزی که ما دوست داریم بشنویم داره میگه، نه چیزی که واقعیت و صلاح و مصلحته. چه بسا او به شما یک راهی رو نشون داد و شما هم نتیجه گرفتید، اتفاقا نتیجه هم درست بود، نتیجه هم داد، اما بعد از یک ما میفهمید به صلاحتون نیست، نبود. پسری دختری رو میخواست، دختری پسری میخواد، هر چی کردن دعا توسل نتیجه نداد، رفتن سراغی که از این راه ها و درست شده، ازدواج صورت گرفت، یه ما بعد دعوا و طلاق و طلاق کشی و مشکلات و بدبختی صلاحشون بود؟ نه. اون روز چون نمیفهمید اصرار میکرد. دعاها چرا نتیجه نمیداد؟ چون صلاحش این نبود. چرا توسلات نتیجه نمیداد؟ یه شخصی یه مغازه‌ای رو میخواد بخره، یه توسعه‌ای در کارش میخواد بده، میخواد حق شریکش رو بده مستقل در کار بشه و بقیه جهات، نمیدونه که این به صلاحش نیست. رو میزانهایی که خودش فکر کرده فکر میکنه به نفعش، اصرار میکنه، خدا هم بهش نمیده چون دوستش داره، اجابت دعا هم نگه داشته بهش روز قیامت بده اونقدر که بگه کاش هیچ دعایی مستجاب نمیشد، پس ضرر نکرده. بنابراین رفتن پیش اینجور افراد بدترین راه رسیدن به مرادها و حاجت هاست. انشاءالله که بهترین راه که توسل به ساعت مقدس ذوات مقدس اهل بیت هستش، راه پیدا بکنیم و ارتباطمون رو با اونها، اون میزان وقتی رو که میخواییم صرف بکنیم بریم بشه رماله و دعا بده و اینها. یه بند خدایی میگفت که چند سباهی با یکی از این اهل ریاضت به قول معروف در ارتباط شدیم و نهایتا رسیدن به اون مقاماتی که دیگه باید با بزرگشون در ارتباط میشدن. گفتم آقا میخوام دیگه ختم
کلام خلاصه به من بگید. گفت منو برد یه جاهایی و توی مثلا به اصطلاح من پشت درهای بسته‌ای که اینجا میخوام یه ذکری رو یادت بدم که بهت یاد نداده و به کسی هم نباید یاد بدی، خاص و خیلی خلاصه داغش کرد، تا اینکه چی قرار شد یه تعداد خاصی مثلا ذکر مبارک و شریف آقا امیرالمومنین یا علی بگو. گفت من بعد از این همه سال، خودش اقرار میکرد که فهمیدم چقدر من ضرر کردم و چقدر راه رو بیهوده رفتم. خب ما این رو اهل بیت بهمون گفتن، خوردی زمین بگو یا علی بلند شو، چون این همه ریاضت بکشم نخوری و سخت و تعب به خودم راه بدم که قرار یک کسی که حتی به منبع اصلی هم وصل نیست به من بگه همون چیزی که خود اهل بیت خیلی راحت گذاشتن جلو. خب چرا؟ ای کاش فقط همین اندازه که شما فرمودید بود. اون شخص معلوم نیست سالم باشه، خدایی نکرده، خدایی نکرده با همین راه، با همین ذکر یا علی، چون تو روایت داره شیطان، حالا همیشه شیطان انس باشه هم شیطان جن باشه، بله 99 در خیر به سوی تو باز میکنه تا با صدومی تو رو زمین بزنه. چه بسا با همین ذکر یا علی تو رو یواش یواش داره به صوفیگری میکشه، چه بسا تو رو با همین عرفانهای نوظهوری که با همین دعاها و زیارتها و نشستنها و سکوت کردنها تو رو داره به. بنابراین خیلی باید انسان مراقب باشه، هر چیز قشنگی دلیل بر خوب بودن نیست. همون شلوغ پلوغی ها گاهی اوقات خیلی بهتره بلد. تا بعضی از چیزهای شیک و پیک و مرتب. خدا خیرتون بده، ممنونم. سوال کردن که سفاهت مالی در زن و مرد یکسانه؟ شرمنده یه چیز مثال قشنگ راجع به سوال قبلش بلکه نداره بگم. خواهش میکنم که چرا ما گفتیم میخواییم به نتیجه بزنیم، مثلا اینکه عجله ای نداریم، خدا عمر بده انشاءالله. حالا حالاها در خدمت مردم باشه انشاءالله، امید خدا. شما از دست بچه تا حالا فکر کردید بتونید یه الماس خیلی با ارزش بگیرید؟ اتفاق آره، اما غالبا از دست بچه چیز بی ارزش، یه چوب کبریتی، یه سنگی، یه الماس با ارزش از دست بچه گیر آدم نمیاد. اگه یه الماس با ارزش میخواید باید توی جواهر فروشی دنبالش بگردید. جواهر فروشی هم چند تا قفل باید رد بکنید تا بهش برسید. بعدم باید یه عالم سرمایه داشته باشید تا بتونه باش جواهر خرید. بنابراین یکی فکر میکنه دست رمال میتونه الماس گیرش بیاد، راه اشتباه رفته. دست اون یه چوب کبریته، الماس میشه اهل بیت علیهم السلام، ولی خب بالاخره باید زحمت کشید، بعد نزدیک شد بهشون، بعد دعا کرد. البته اونا اونقدر کریمن که قفل نمیگذارن، همه قفلا هم برمیدارن، فقط میگن یه قطره اشک بیاد یه دل بشکنه، بعد ببینید سرمایه رو باید بهرا. بله، به همون سوالی که پرسیدم، سفاهت مالی در زن و مرد یکسانه؟ بله، زن و مرد فرقی نمیکنه. صفی مقابلش رشیده. اگر شخص صفی سفاهتش از بین رفت، یعنی رشید شد، دیوان عاقل میشه، بچه بالغ میشه، حجرش از بین میره. اما صفی رشید میشه، چون معلوم نیست کسی تا آخر عمر، شاید دعا کردن، توسل، خودش زحمت کشید، یه مقدار کنترل کرد خودش رو و از این رشید شد. وقتی رشید شد، کلمه رشید رو تو ازدواج هم شنیدید، میگن دختر اگه رشیده شده باشه، یعنی کسی که حساب کتاب حالشه، کسی که متوجهه، کسی که میفهمه، اصرار اشتباه روی اشتباه نمیکنه. خب اگر رسید به سن رشد، بله سفاهت برداشته میشه، معامله باش درسته. زن و مردم سن خاصی هم نداره، یعنی باید علائمش دیده بشه، مردم میفهمن. عرض کردیم از اهلش سوال کنه، انسان از دور و بریاش سوال کنه، خودش دو تا معامله ای برمار انجام بده، میفهمه که این میتونه انسان سن بالایی داشته باشه ولی سفاهت داره، حرف نمیشه وقت باشه. ممنونم. سوال کردن اگر کسی واسطه بشه بین دو نفر بر سر یک جنس، از فروشنده بگیره به خریدار بفروشه، حالا با قیمت بالاتر، این کار درسته؟ میفرمان اگر فقط خرید و فروشه نه، یک کاری باید انجام بده. فرض بکنید شخص جنس رو از بله از چین میخره، میاد اینجا تو بازار میفروشه، رفته اونجا جنس رو دیده، معاملاتشو انجام داده، بعد نقل و انتقالش رو یا خودش انجام میده یا مشتری انجام میده، اما بالاخره این سفری انجام داده، حرکتی تو این مسیر انجام داده، یا نقل و انتقال اونجا به اینجاش رو انجام داده. اما اگر یه کار مجازیه، تلفن برمیداره از این میخره و تلفن برمیداره اون یکی میفروشه و یک سود کلانی وسط میبره، این میشه مجازی، میشه یک نوع دلالی که هیچ کاری برای اون جنس انجام نداده، این اشکال داره. سودی که مثلا خود دلالی جای سوال داره نه؟ بله، جای اشکاله. بله، فقط بعضی مراحل دلالی کاری رو هم انجام میده، یعنی دوندگی میکنه، تلاش میکنه، به اندازه تلاشش هم سود میکنه،
نه اینکه مثلا بخواد به اندازه طرف مثلا کشاورز یک سال زحمت رو این زرع کشیده، این زیر کولر گازی خنک نشسته، زنگ میزنه به کشاورز امسال چقدر فلان محصول داری فلان مقدار، هیچ کاری هم نمیکنه. زنگ میزنه به خریدار چقدر از این محصول میخوای فلان مقدار، تو ماشین بفرست، از این به قیمت ارزونی میخره به اون به قیمت گرونتری میفروش. سودی که این داره میکنه هم از سود کشاورزی که یک سال عرق ریخته بیشتره، هم از سودی که اون شخص تو بازار جنس خودش میخواد انجام بده. اگه به این حد بوده باشه این درست نیست، اما اگه کاری انجام داده و به اندازه که کار انجام داده داره سود میگیره مشکلی نیست. ممنونم. یعنی همینی که امروزی ها بهش میگن بزینس، اگر همین هم کاری در مقابل انجام داره میده، تلاشی داره میکنه، بله به اندازه تلاشش مستحق هست. مردم هم میدونن میگن بابا این کاری که داره میکنه، مخی که داره میگذاره رو این کار، خیلی کار کوچیکی نیست. ما نمیدونیم این جنس کجاست، این میره پیدا میکنه این جنس کجا هست، چجور میتونه انتقالش بده. برای فکر خود کار فکری هم لازم نیست بازو بگذاره بار برداره، اما به اندازه این کار فکریش داره مزد میگیره، نه خیلی بیشتر. سوال کردن که اگر که به شوخی کسی رو در بین جمع مسخره کنندگان قرار بدن گناه داره؟ یه مقدار از گناه هم بیشتر. آره دیگه، هم آبروی تا. بله بله، چون همین شخص رو اذیت دادیم، همین که آبروش رو بردیم. یعنی چرا در غیبت تهمت اینقدر عقوبت سنگینه؟ چون باعث ریخته شدن آبروی مؤمنی میشه. حالا اگه در حضور جمع باشه و خودش هم حاضر باشه بیشتر. یکی از اون کارهایی که خیلی خیلی در شرع ناپسنده اهانت به شخصی است، خصوصا به شوخی. یا من شوخی کردم، من منظوری نداشتم. نداریم چیزی به این نام جز چیزایی که در شرع جایز شده باشه. بله ممکنه کلماتی است که اگر شما در غیر وقت یا حتی شخص وقتی حاضر نیست بگید غیبت هم حساب نشه، اما وقتی در مقابلش گفته میشه در یک موقعیت خاص باعث شرمندگیش میشه. خیلی انسان باید تو حرف زدنش مواظبه. لذا تو روایت داره 50 یا 70 گناه کبیر از زبان صادر میشه، بعضیش همین هست. این کلمه وقت دیگه جای دیگه شاید هیچ اذیتی آزارش، اما نسبت به این شخص تو این موقعیت خاص گناه کبیر است. سوال کردن که استصحاب در وضو داشتن یعنی چی؟ وضو یعنی طهارت. اگه کسی وضو گرفته الان شک داره وضوش باقیه یا باقی نیست، وضو رو استصحاب میکنه. استصحاب یعنی یقین سابق را به الان کشیدن. الان من شک دارم، یقین ندارم، اما صبح یقین داشتم. چرا الان شک دارم؟ چون احتمال میدم از صبح تا حالا وضوم باطل شده باشه به هر جهتی. استصحاب میگه بگو الان هم وضو دارم، یعنی حکم یقین قبل را در زمان شک ثابت کن. استصحاب در لغت عرب از سحب، از کشیدنه، کشیدن حکمی که در زمان قبل بود به زمان الانی که شکه. بنابراین یه شخصی فرض بکنید نفقه یک خونواده، خرج خونواده ای رو میداد، تا زمانی که فقیر بودن نذر کرده بود که خرجشون رو بده. نمیدونه هنوز فقیر هستن که خرجشون رو بده یا نه، استصحاب میگه هنوز فقیرن خرجشون رو بده. من نماز قضا گردنم بود، نمیدونم 5 روزه یا 6 روزه، تا 5 روز خوندم، نمیدونم هنوز نماز قضا گردنم هست یا نه، استصحاب میکنم که هست. البته توی این مورد آخری بعضی آقایون میفرمان نه، 5 روزه که یقین داره خوند کافیه، روز 6 رو چون شک داره براعت جاری کنه و بگه واجب نیست. علی حال هر چیزی که انسان یقین داره، دستش نجس بود نمیدونه شسته یا نه، استصحاب میگه هنوز نجسته. شسته نمیدونه به خون خورد، به نجاست خورد یا نه، چون به یه جای خیسی خورد نمیدونه نجس بود یا نه، استصحاب میکنه طهارتش رو. فکر میکنم تقریبا روشن شد. استصحاب یه چیز خیلی وسیعیه، تو زندگی ها هست، حتی گفتیم روزای قبل که تو حرکت حیوان هم هست. میگن پرنده که برمیگرده خونش چرا شک نمیکنه، شاید خونم رو باد انداخته برم یه جای دیگه خونه بسازم، تعبیر استصحاب میکنه. بله هنوز خونم سر جاشه، میاد اگر نبود وقت به یه خونه دیگه میکنه. بسیار عالی. سوال کردن که کسی که عذر شرعی داره میتونه قرآن در لباسش بگذاره و همراه داشته باشه؟ اگر اهانت حساب نشه اشکالی نداره، اینا چیزی به نام حرمت توش نیست. اونی که حرامش میکنه اهانته. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید مثلا یه قصاب چون بدنش و لباسش اینا معمولا با خون میشه، حالا این آدم اگه یه قرآنی رو سینه‌اش آویزون کنه
بعدم هی دائم تو قصاب توی اونجایی که ذبح میکنن گوسفندا رو مرتب گوسفند و گاو و شتر خونم میپاشه، احتمال داره که خون یه روزی هم روی این قرآن بپاشه. پس در مرکز در معرض اهانت هست. این نباید بذاره. شما اگه قرآن تو جیبته اشکالی نداره، اما اگه قرآن یه جوره بله در حفاظه، اما اگه قرآن یه جوریه که ممکنه دستت بهش بخوره. حتی من این کلمه القرآن الکریم، الکریم اسم خداست، اسم خدا رو نمیشه بی وضو و بدون غسل بهش دست زد. من میگم حتی همین اندازه، بعضی قرآنه که رو جلدش نوشته، طرف میگه آقا من به قرآن دست نزدم، به جلدش دست زدم، جلدش اسم خدا روش نوشته، یه جوری برش دار که دستت به اون اسم کریم نخوره. اگه با توجیه این تلفن کشی شده، اگه تلفن داره جلد داره مشکل، لذا میگم ببینید در معرض بی احترامی هست کلیش یا نیست. اگر نه کناریه و مشکلی پیش نمیاد، باز با این وجود باید احترام بکنه. احترام بله. لذا یادتون هست اگر قبلا پرسیده بودن دستشوی انسان قرآن همراهش باشه بره چطوره؟ خب اگه قرآن یه جوریه که نمیفته از جیب، قرآن در جایی مستوره، خب اشکالی نداره. خیلی بهتر از اینکه بله کسی هم نمیفهمه، نمیگن آقا این قرآن میبره، یعنی یه جوری نمشخص با قرآن رفت تو دستشویی، مستورم هست، نمیافتادم. اما اگه احتمال میدم بیفته، تا حالا دوبارم عجیبم افتاده، این نمیشه. یا یه جوری مشخصه، بزرگ گشته رو سینه‌اش مثلا، بسته با نخ به گردنش. خب وقتی با این میره تو دستشویی یه جوری بی احترامیه. بله تشکر میکنم. یک سوال دیگه بپرسم، نماز استیجاری مبلغ معین کردنش درسته؟ اشکالی نداره، اینم یک نوع اجاره است مثل بقیه اجاره ها. شما یه شخصی میخواد بیاد معامله خونه شما رو تمیز بکنه. بله میگه من اینقدر میگیرم، ولی خب معمولا نرخ یک روز کار کردن تو خونه مشخصه. نماز روزه هم همینطور، از بویتات مراجع سوال کنن بهشون میگن. اما شما میخواید این آقا بخونه، این آقا میگه من نمیخونم، مگر چون مثلا میدونیم خیلی مرتب دقیق میخونه، رسیدگی کامل میکنه، میگه من حقیقتش اگه بخوام بخونم فلان مبلغو میگیرم، شاید دو برابر بقیه میگیرم، اشکالی نداره. و خرید و فروشی کفن چطور؟ مکروهه. کراهت. بله. یکی از تجارتای مکروه. میدونید علتش هم چیه؟ چون کسی کفن میفروشه طبعا دوست داره مرده ها زیاد بشن تا بیشتر بتونه کفن بفروشه. قصاوت هم میاره؟ اون قصابیه، قصاوت میاره. اون جزء کار. ظاهرن کفن نه خیلی. بیشتر ترس از مرگ میاره انشاءالله. پس خیلی علامات توی کربلا میبینیم، حالا مردم خرید میکنن، تازه میبرن حرم هم متبرک میکنن. بله مشکلی نداره، علیه حال ما که داریم این مکروهه، بالاخره یه عده باید کفن بفروشن. آره در حد بله. ضرورته. بله اگر مثل قصابی مثل تلف فروشیه که بله علیه همه کاریه که خلاصه خیلی تعریف نداره. مثل خوراک فروشی، خوراک فروشی هم مکروهه. تمام انواع خوراک فروشی مکروهه. چرا؟ چون دوست داره مردم نیاز به غذا پیدا کنن بیان ازش غذا بخرن، حالا چه کنسروی باشه، چه گوشت و نون باشه، چه چیز دیگه. آرزوش اینه که مردم نیاز به غذا پیدا کنن. بله. این یه جورایی بالاخره بله، اگه کسی رو نفسش کار کرده اصلا هم خوشحال نمیشه مردم گرسنه بشن. هیچ هم دلش نمیخواد عزیزای مردم از دنیا برن، دلش میخواد همه زنده بمونن تا امام زمان علی السلام بیاد حکومت چه درک کنن، با نفسش کنار. اما از این طرف این کارم داره انجام میده. مثلا تلف فروشی هم مکروهه. چرا؟ چون بیشتر رفت آمدش با خانم هاست. بله. خانم زیاد میبینه، طبیعتا ممکنه تو معرض گرفتاری هست. حالا یه کسی اونقدر قوی و محکمه که هیچ تأثیر این کار روش روحیاتش نمیذاره، روحیاتش لطیف و زنونه نمیکنه، نگاه نمیکنه، به حرام نمیفته، قطعا مطمئنه به خودشه. بله این استثناء پیدا میشه. طلا که برای مرد مناسب نیست یا حرامه دیگه، حالا مناسب نیستم که خیلی بیخوده. وقت توی شغلش باش در ارتباطه چی؟ اشکال نداره. اشکال نداره. اثراتش رو نه پوشیدن و استفاده کردنش در لباس دوامش. در بله. پرسیدن که آیا میتوان در نماز شب 4 رکعت وسط رو، نافله شب رو به نیت نماز جعفر طیار بخونیم؟ البته. و در طول روز 300 تا تسبیحش رو و استغفارش رو انجام بدیم؟ آیا میشه این کار کرد؟ اگر منظورش نماز جعفر طیاره که فهمون 300 تا سبحان الله رو داره، تسبیحات اربعه، استغفار دیگه توش نیست مگه دعایی که بعدشه. هر نمازی رو نمیخواد 4 رکعت اول 4 رکعت آخر، عرض کردیم در بابت نماز شب میتونه نمازای قضاشو به نام به جای اون 8 رکعت بخونه، ولی افضل با بهتر اینه که بله نماز شب رو بخونه. ولی اگه میبینه نه، یا این یا اون، بذار نماز قضاشو بخونه به جای 8 رکعت نماز قضاهاشو بخونه. ما توی روزه داریم که به قول معروف شما فرمودین
نمیتونه روزه مستحبی بله. بگه بله. در حالی که قضا داره بله. نماز مشکلی نداره مشکلی. میتونه نماز مستحب خداوند میخواد هر دوتا ثواب بله. نصیب بشه. و حالا ایشون سوالی که کرده خورده از اون قصه نماز شبه مشکل تره. چرا؟ چون تسبیحاتش هم نمیخواد بخونه آره. نماز جعفر طیار رکنش همون تسبیحاتشه. اگه نمیخواد تسبیحاتو بگه چهار رکعتو بدون تسبیحات به نیت نماز جعفر طیار بخونه نمیشه. نماز شب بخونه بله بخونه. نماز جعفر طیار نیست، این رو نمیتونه قصد کنه. بله انشالله یه روز جمعه قبل از ظهری تو حرم امام حسین بالا سر یا امام رضا علیه السلام یا یکی از امامها بهترین وقت نماز جعفر طیار نزدیک زوال بالا سر امام معصوم علیه السلام انشالله خدا نصیب همه بکنه، هم بالا سر آقا علی ابن موسی رضا، آقا سید الشهدا حضرت امام منیر بنی هاشم و مولا الموحدین آقا امیرالمومنین کاظم، جای خوب خوب مرام دعا بکنید انشالله. سوال کردن که بلند خندیدن زنها در خیابون و بین نامحرم اشکال شرعی داره؟ بله خود صدای زن مشکلی نداره اگه نامحرم بشنوه، اونی که مشکل دارش میکنه فتنه‌شه، یعنی آثاری که بار میشه. طبعا خندیدن اگه طرف دیگه مثلا مثل گفت شراب مستش نمی کنه، این شراب حرامه، ولی طرف مست نشه، خود خندیدن در ملأ عام معرض فتنه هست. اما اگه حواسش نبوده خندیده این اشکالی نداره، اما متعمده میبینه مرد هم دارن هستن یا تو خانواده دور هم نشستن عمدن بلند میخنده و این محرم و نامحرم به فامیل و غریبه فرق نمیکنه، خیابون هم فرق نمیکنه. بله این رو باید در نظر بگیم، چون خیلی ها با اقوام خودشون مثل خواهر برادرن، بعد تو کوچه که میاد غریبه میشه، حالا بازم یه پرده بهتره، ولی اصلا بله. فرقی نمیکنه، قانون قانونه دیگه. ما چه در شمال کشور باشیم چه در جنوب، راهنمون رانندگی قانونش یکیه دیگه. امروز ما یه بحثی میکردیم با عزیزان طلبه راجع به رجال حدیث و سند حدیث، یکیشون گفت که راجع به سند در زنهایی که در سند روایت هستن چی؟ چرا میگن رجال؟ چرا میگیم رجال سند؟ خب زنم تو سند حدیث هست. گفتم یه بحث جالبیه، شما بگردید ببینید چند تا خانم تو روایت شیعی، ما مثل عایشه کاری نداریم، تو رجال سند شیعی چند تا خانم داریم که روایت نقل کرده باشه، مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم، فاطمیات در سند احادیث داریم که اولاد ائمه هستن و همم خانم از خانم نقل میکنه، 17-18 تا فکر کنم خانم هستن اگه اشتباه نکنم، علی ای حال خیلی عددش کمه، روایاتی که در سندش خانم بود. چه چیزی قشنگتر از نقل حدیث، نقل علوم اهل بیت، اما خانم توش نیست. چرا؟ چون اهل بیت یاد دادن به شیعیانشون که یه چیزی مهمتر از این بردوشه خانم هست، خانم اینی هست. که از این حفظش. اینی که از این بهتر نیست که زراره رو زراره کرده، بزنطی رو، ابن ابی عمیر رو به این مقامات رسونده، از شما خواسته نشده. لذا مثلا مثل اسما که بعضی از روایت ازش رسیده، اولا سن خیلی بالا بوده، اونم توی جمع خاصه، اونم توی موارد یا ام ایمن خیلی مواردش کمه، چیز به این مهمی ازشون خواسته دیگه نشده. کجا باشه که مثلا دفاعیه خاصی بوده، بله چه برسه دیگه حالا به نون خریدن و بحث کردن با پارچه فروش و ساعتا دنبال طلا گشتن و حالا اینا یه خورده گفتنش ترس داره، اما خب حقیقت وقتی نگاه میکنیم که صدیقه طاهر سلام الله علیها میفرماد بزرگی و شرف زن در این است که نه نامحرمی او را ببینه نه او نامحرم رو ببینه، مگر یک جایی که حق باره زیر سوال میره و باید دفاع بکنه، میآیند و در مسجد خطبه میخوانن، این هست، ولی مهم و اهمه. یعنی وقتی که کسی نیست، الان در حدیث هستن آقایونی که از امام صادق بشنون نقل کنن، لزومی نیست تو بیای بشنوی، اما یه وقتی هیچ کی نیست از امیرالمومنین دفاع کنه، بله فاطمه زهرا بلند میشن میان از امیرالمومنین دفاع. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من دلم خود به این اشاره بکنم، چون حالا حرف به اینجا رسید که در یکی از برنامه شما فرموده بودین روایت داریم که زن رو در خانه اسیرش کن، مثلا زندانش کن، بعد بعضی ها اعتراض کردن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، من فقط میخوام یه حرف بزنم، البته تکملش با شما ببخشید مشخصه بیاد. معنا میخوام بگم زنها باید بفهمند که چقدر مهمن، به همون اندازه‌ای که ما طلاهامون رو، پولمون رو، میگم دلارمون رو و وسایل گران قیمتمون رو میبریم توی صندوق‌های امانت بانک‌ها در پشت درها میگذاریم به خاطر اینکه حفظ بشه، اسلام برای زنها اینقدر اهمیت قائل شده، نیایم قسمت
خالی لیوان رو ببینیم. الان خدا انشاءالله نجات بده شیعیان رو در هر جا که هستن. یکی از بزرگترین دردها تو عراق الان بحث کشته شدن مردها نیست، تعرض به ناموس هاست. حالا الحمدلله قسمت های شیعه نشین مشکلی نیست، اما تو بعض از مناطق سنی نشین، بعض از دوستان طلبه هستن خبر میدن، میگن افتادن به جون هم دیگه. به قدر اینها دارن یعنی ذلت میکشن، اینایی که به نام عرب بودنشون افتخار میکردن، الان کارشون به جایی رسیده که میگن اگه خواستگاری برای دخترمون بیاد شرط نمیکنیم که دختران ما دختر بوده باشن. اینو صریحا دارن میگن تو مناطق خودشون. بنابراین این مسئله ناموس اینقدر اهمیت داره که جون هم در مقابلش کوچیک میشه. انشالله خدا حفظه، خدا خیرتون بده. ممنونم، امیدواریم که به قول قدیمی ها ببخشین از لفظم الهی بفهمیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودین ممنون و متشکرم. در پناه حضرت حق باشید، بهترین آرزوهاتون انشالله محقق بشه که زیارت ها حسین شهدا و اهل بیت یا علی مدد.